ممکنه سوال کنم جناب علی چرا این تصمیمو گرفتین؟ خودتون بهتر میدونید آقای مهربان. و اگه بازم متوجه نشدید، وکلای من فردا با شما روبرو خواهند شد. اینطور نیست آقای هومن. ما همه چیز صادقانه و با جون و دل برای شما کار میکردیم. بله، برای پولهای من، نه برای خود من. اما باید بدونید من اونقدر ثروت دارم که اگه بیشتر از اینم حق منو حیف و میل میکردید، برام اثر. البته من ثروت خودم و مثل شماها از راه دزدی و چپاول به دست نیاوردم. من 18 سالم بود که از ایران وطن خودم رفتم و با زرشویی و جارو کردن در کشتی خودم رو به خارج رسوندم و با گرسنگی تحصیلاتم رو در رشته اقتصاد تمام کردم. و میدونی که الان صدها کارگر و کارمند دارم که بهشون حقوق میدم و در آن زندگی میکنم. اما شما دیگه حرفی ندارم تا روز محاکمه. شب بخیر. من صبر کن، ناراحت نباش عزیزم. یه بریم ماری. من نمیام پدر، تو آبروی منو بردی، از موقعیت خود سوء استفاده کردی. گفتم بریم. گفتم نمیام. نیا دختر، عصبانی نشید آقای مهربان. شما تا چند دقیقه قبل اصرار داشتین دخترتون شب و روز پیش من باشه. حالا چی شد که اینقدر بی‌عزتی شدی؟ خواهش میکنم فراموش کن. باشه، من از اینجور آدم ها زیاد دیدم. دلم میخواد شب و روز پیش تو باشم. تو خیلی خوبی. من حساب تو رو با پدرت هیچ وقت قاطی نمی کنم. دوستت دارم. حس میکنم تو تنها کسی باشی که فقط خودم رو دوست دارم. درسته عزیزم. هومن جون، ویلایی که گفتی برام تو ونیز میخری چی شد؟ میخری؟ باش، برات میخرم. ناراحت شدی؟ نه، حتی صبح میتونی با هم بیا بریم ونیز. راست میگی عزیزم؟ متشکرم. پس من الان میرم خونه و صبح بیام. شب بخیر. حتی این دخترم که اینقدر به من اظهار علاقه میکنه دروغ میگه. اون ویلای ونیز منو میخواد، نه منو. کاپیتان! بله قربان. الان حرکت میکنیم. همین الان؟ بله، مقصد آمستردام. اطاعت قربان.
بخوام. یا با من نمیخوام زنده بمونم. یادی که نذاشت غرق باشم، تازه کتک هم میزنی؟ من خودمو به خاطر نجات تو انداختم تو آب. تو قلب کردی به چه من نجات دادی؟ من از دست شکایت میکنم. نه نه، تو هنوز حیفه که از دنیا بری، بهتره به زندگیت ادامه بدی. کدوم زندگی؟ وقت من حرف حساب مرده نمیشم، زندگی من چنده است؟ صاب مرده کیه؟ شیکم هم میگم. وقتی نمیتونم شیکم خودم و زن و بچه‌مو سیر میکنم، زندگی چه دردم میخوره. معلومه گوشه نمونی که دلت شاده است. فکر نمیکنم هیچ دیوانه‌ای به خاطر شکمش خودشو بکشه. ببینم بیکاری؟ آره، تا هفته پیش تو چلوکاوی گلاغا کار میکردم، دو تا بشقاب از دستم افتاد، شیکزونم بیرونم کرد. تازه تا چند سال پیش چلوکاوی مال خود من بود، گلاغای بی همه چیز با حقوق بازی اونجا از دستم رسید. بزن برم خودمو غرق بکنم. کمی آروم بگیر. بزن کن. چه کاریه؟ لا اله الا الله، تو چی هستی نصف شب مزاحم من شدی؟ تا من اینجام نمیذارم این کارو بکنی. به تو چه؟ ببینم اصلا تو چیکار به کار مردم داری؟ مگه تو زن و بچه تو دوست نداری؟ چرا دوست دارم؟ اما دوست داشتن زن و بچه که با روزی 20 تومن زندگی کنن و هر شب سر بیش آبزایی میذارم چه فایده داری؟ بزن برم خودم رو خواهد بودم. بابا اصلا تو کی هستی مثل عجل معلق میون جون من رسیدی؟ منم یکی مثل تو، منتها تو از نداشتن رنج میبری، من از داشتن. تو چی داری؟ فعلا هر چی داشتم رو آب بود که رفت. اون کشتی بزرگ رو نگاه کن، مال منه، رفت، فراموشش کن. اون جشن مال تو بود؟ بله. نصف شب گیری عجب آدم دیونه افتادم، هم لحظش خودم قهر کنم هم لباسام خیس شد. درار سرما میخوری. بزنم برم خودم قهر کنم. یعنی چه؟ درار لباس تو. پس خودم درار سرما بود. مشروب زیاد خوردم، سرما نمیخورم. من برم یه خورده چوب بیارم آتیش روشن کنم لباسامو خوشکش کنم. ببینم نکنه به هوای هیزم جمع کردن باز بری خودتو غرق کنی. یه میلیون هم دیدی همچه غلطی نمیکنم. آدم دیونه یه دفعه دست میگیره. کبریت هم که خیس شده. بیا مهم نیست، من فندک دارم. بیا. خب ببینم حالا خوشحال نیستی از این که غرق نشدی؟ راستش وقت داشتم تو آب خفه می شدم، خدا خودم کنم یکی سر برسه. کلا غرق نشده. پس چرا وقتی نجات دادم باز می خواستی برگردی خودتو غرق کنی؟ اونا جست بود می بدم. حالا راست شو کنم تو کی هستی؟ من آدم سرشناس و ثروتمندی هستم. اما خوشبخت نیستم. تنهای تنها. تا به حال زن و مردای زیادی تو زندگیم پیدا شدن، اما نزن خوشبختم کنم. همه به فکر سوء استفاده از من بودن. هر کسی با من دم از دوستی میزد دروغ میگفت، چشمش فقط به پول من بود. حتی مستخدم مخصوصم که یه پاش لبه گوره انتظار داره در وصیت نامم سهمی براش در نظر بگیرم. من حاضرم نصف زندگیمو به کسی ببخشم که بفهمم فقط خودمو دوست داره، واقعا خودمو. حالا نه قید و بندی، نه تشریفاتی، نه تخت خواب راحت روی خاک سرد، اما یک خواب راحت. ای کاش جایی تو بودم. خوبی جانم، من دلم از پنجه زنبکه این بقلت. چی شد؟ خواب سرمو دیدم، اومدم بقلش کنم از پول حلیم افتادم تو دیگ. باید دارم خونه، لابا زنم دلش هزار را رفته، برم برستم به دلش. خداحافظ شما. به سلامت. راستی شما میخوای اینجا چیکار بکنی؟ همینجا هستم تا کشتیم برگرده. باز گفت کشتی. خیلی خوب ناخدا، کشتی که حالا حالا بر نمیگرده. بلند شو بریم خونه ما امشب و بعد بگذاریم صبح یا سراغ کشتی. خیلی خوب میام. بلند شو. تو این دنیا هر چی گشتم که کار پیدا کنم نشد. میخواستم برم اون دنیا مشغول بشم که مهمون برام رسید. سلام خانم. سلام. اتن خوبانه، میبخشید که این وقت شب مزاحمتون شد. اختیار داریم، بفرمایید تو. مهمون حبیب خدا. بفرمایید. میبخشید. بفرمایید. اوه نگرم تو بجون، میبخشید دیر اومدم. اه چه خیسی. والا هرچی بود به خیر گذشت خانم. چی به خیر گذشت؟ هیچی، حقیقتش نیست که این آقا میخواست خودشو غرق بکنه که من رسیدم و نجاتش دادم. ایفا چرا؟ ایش خریه نادونی، از خودش بپرس. آدم عاقل خودش غرق میکنه. خلاصه مثل شیر شیزه رفتم تو آب و نجاتش دادم. تو که میگفتی شنا بلد نیستی؟ شنا زور خونه رو بلد نیستم. میبخشن یه خونه مقد انگشت دونسا، یه اتاق داره. هر وقت مثل حالا برای اون میمون بیاد میفرستنش بالا پشتمون. ناراحت که نیستی؟ نه واقعا باعث تاسفه.
شما ها چجوری اینجا زندگی میکنید؟ چه میشه چند؟ همه قفص شرم ما اینجا تو من اجارش میدم، هرچی شکم صاحب خونه قصرش میره بالا، رقم اجاره خونه میره بالا، هیچ کس هم نیست بگه چرا. من فکر کردم خونه مال خود شماست. این وصلا به ما نمیشه سوی من قبل از اینم که به دنیا بیام تو شکم ننم اجاره نشین بودم. بچه هاتون هم؟ آره، اما اینا دیگه اجاره نیستن. ببخشین حسن، شام خوردین؟ آبگوشت ماهی خیلی خوردیم. آبگوشت ماهی؟ آره، وقت که داشتم غرق میشدم، یعنی آقا رو نمیذاشتم غرق بشه، تو آب ماهی زیاد بود، هی آب خوردیم هی ماهی، هی آب خوردیم هی ماهی، هی آب خوردیم هی ماهی، خب اون تو شد آبگوشت ماهی دیگه. چرا میخواستین خودتون رو غرق کنین؟ حالا عرض شود که بذارم برز زنم برسونم، ایشون پول زیاد داره، هر قلام فقط پولش دوست دارن، نه خودشون. به هر کی میگه قربون چشمای بادومی دارم، میگه من بادوم میخوام. خلاصه چه مرد چه زن، هیچ وقت خودشو نخواستن، فقط پولشو خواستن، نه خودشو. آدم عاقل هیچ وقت خودکشی نمیکنه. حسن شوهر من از کله صبح به خاطر من و بچه‌هاش جون میکنه تار شب. تازه هشتش همیشه گروی نهشه، پس بره خودکشی کنه. فهمیدی؟ آدمایی پیدا میشه. برو تو بجونم. فهمیدی؟ خجالت بکش مرد حسابی، یه ذره غلطا نکنی. بسیار خوب نمیکنم. مجبور بودم دروغ بگم، اگه زنم بفهمه من میخواستم خودم رو غرق کنم سکته میکردم. شما چه پولدار باشین چه مثل خودمون، یه خورده گوشکوبیده از زور مونده براتون آوردم. خیلی هم خوبه، بذار زمین میخوریم، مهمون سرزده خرجش با خودش است. بفرمایید. میخوای برو اون مبل استیلا رو ورده بیار؟ خب نیار، نه همجه روز میمیشینی دیگه. ولی من شام خوردم. مگه میشه زنم دو ساعت براتون بوغلمو سرخ شده، اگه نخوری بعدش میاد. خیلی خوب، یک لقمه میخورم. پس شماها چرا نمیخورید؟ من و زنم شبا رژیم داریم، یعنی به گشنگی عادت داریم. خب اگه شما دو نفر نخورین منم نمیخورم. خیلی خوب میخوریم، قهر نکنین. میبینی لغور از دهن خودش وا میگیره میذاره دهن من. چایی میخوریم براتون درست کنم؟ دیگه سوال نداره که. قند و چایی خیلی. نه تو هم نخریدی؟ نه منم که نخریدم، لابد شما هم نخریدی. چای صبح میخوریم، نصف شبی لزومی نداره. باشه دوب جون، وقتی جا آقا رو تراس یعنی رو پشت بوم بنداز، اون تو شک پرغورم بنداز زیرشون. میگه پرغور؟ آره زه همو حسی رو میگه دیگه، آبرو نصف عجب خری از تو. وقتی زود بر بالا یه شمعت بنداز زیرشون، چادرش هم بنداز روشون، چه پشا پزرای نکنن. بخور آقا سیر شو. گفتم که من قبلا شام خوردم. گوش کوبیده سیر دیگه. یه لقمه دیگه میخورم. آه قرون قد بالات برم من. اگه آدم از مال دنیا زن خوب داشته باشه و به تمام دنیا میارزه. آدم با داشتن زن به این خوبی حیف نیست خودشو غرق بکنه؟ آدم حیفه اما بنده نه. حسن جای آقا حاضره. خب متشکرم، شب بخیر. شب و روز بخیر. متشکرم خانم. بی جا من براتون گذاشتم. بی نهایت تشکر میکنم، باشه زحمت شدم. بنداز بگیر که اومدن. چی شد؟ هیچی، کار همیشه که اونه وسط بلا که میرسه میگم بنداز بقالا، اونم این دسته دیگه. لباسات خیسه، در رو بند تنگ کن. تو هم لباسات در رو، تو هم بیام. من که لباسم خیس نیست. میدونم خیس نیست اما در بیار میخوام. آخه جیگر تو زنو برم الهی، مثل بود امشب برم اون دنیا دیگه هیچ وقت نبینم تو. خدا نکنه. موزیلی هم درش بیار. والا بعد یارون بالاست میفهم. باشه فردا شب. فردا شب کدوم سیخه یه مگه میشه؟ شاعر میگه کار امشب به فردا شب ننداز. خودت رو. یا 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 یا
نه خودش هستن لباساش، نه خودش هستن لباساش، نه خودش هستن لباساش. دیدی چه کل سرمونه؟ دیدی چه جور دست بردیم؟ چطور؟ این بی پدر مادر دوز بوده که ما نمیدونستیم. لباسه خودش که برده هیچی، لباسه نازوی منم برده. وای نسه بارو ببین چیز دیگه نبرده باشه. الان میبینم. سکونم سکونم بچاره نبرده باشه. یکی و دو تا و سه تا، نه اینا درستن. ای داده میداد قالی چه کرد؟ اونو هم وردشت برده از وای وای چی میگی مرد؟ جز این گلیم پاره و این فرش خورازه هاشه کرمانی ما کجا بود؟ یعنی وقتی شکایت بکنیم باید بگیم قالی چه کرمانی هم داشتیم وردشت برده از. خیلی خوب ببینم تو که میگفتی این آدم پول داریه. خودش میگفت کش دارم ناخدام با خدام میلیون ها پول دارم، اما نگو تمام نقشا برای لاف ملا نصفی بوده، برای لباسای من بدبخت بوده. لباسای پاره ای تو رو میخواسته چیکار؟ اولا حرفش دریا پول خورد توش بود، تازه دوزا برای اینکه پلیس مچشون نگیره هر روز به یک شکل در میان. مردشو این دست بینیمه که منو ببره، نصف شبی آوردمش تو خونه، شامش دادم تو رخت خواب جرمونه رو خوابوندمش، اون وقت عوضی دست درد نکنه لباسای منو به هم داری میبره. خب حسن جون ناراحت نشو. چرا؟ رستم بودم یه دست اسلحه، حالا چی بوشم عبدو قیابون؟ آهای اگه یه دفعه دیگه رختاتونو بیارین رو پشتمون ما پهن کنی همه رو آتیش میذارم. هر چی دیدین آتیش خودتون دیدین. آخه اگه راست بگی خودت رو بپوشون، بالاش بسات پایینش باز کرده. اینا که مال ما نیست انقدر حرف میزنی. همین که گفتم سرکو میبینم انگار این لباس مال همین یارو دوزه بودست. آره 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 این فوکلش اصلا درسته. پس دیشب انداخته رو پشت بوم اونا که خوش بشه. دیدی گناهشو شستی گفتی دوز بوده. دوز که بوده است، لباسه منو پشت است که رد گم بکنه. خب چیزی که عوض داره گله نداره، منم لباسه اونو میپوشم. این فوکلش، اینم گیرنش، اندازه هم هستش، اینم شلدارش. زود باش کت منو بگی میخوام برم وزارت خونه، الان دیر بشه. این قلومه چیه تو جیبش؟ قلومه خدا جان چقدر پول؟ یعنی چی؟ اگه دوز بوده از پچه پولاش رفت حتما یادش رفتی. این کاغذ چیه؟ حسن از تو و زن تشکر میکنم از اینکه لباسای تو رو با خودم بردم، معذرت میخوام. البته قیمتشو در جیب بغلم برات گذاشتم، اما چرا این کارو کردم؟ راستش در این چند ساعتی که مهمان شما بودم به عشق شما و همچنین زندگی فقیرانه شما خیلی فکر کردم و بالاخره تصمیم گرفتم تا وقتی کشتی من برمیگرده در این شهر بگردم، شاید بتونم سعادتی رو که تو داری من هم به دست بیارم. سعادت تو زن مهربان توست اومن. تو چه میخندی؟ ببین زندگی ما فقیره چیچیست که عیونا حسرتشو میخورن. ببین منم چه زن خوبیم که عیونا سفارشم رو میکنن. قربون تو زن سفارش شده برم الان، قربون بچه هم برم. اگه هیچی ندارم عوضش زن خوب دارم، خودم نوکردم. بیا بیا یه دفعه اسکناس بگی دستور بده امروز آشپزا بوغلم رو درست میکنن. فعلا خدافظ. تو من کجا میخوای بری؟ میخوام برم چلوچه‌های گل آقا تلافی تموم این بدبختی که سرم در بیارم. آباد و فکر فره جناب عالی، مردم عذر با من میگه گل آقا خودتی، میگم خودم، میگه قسم بخور خودتی، وقتی میگم خودم من میگه خاک بر سرت.
تو بمیری اگر گوشی نگذشته بودا همچه توی گوشش میزدم که غرب میسده بوده. مهمان باشین قربان. حساب ما چقدر میشه؟ چشم آی میر آقا جان گوی آقا حساب و خانمه را برش دوباره برم حساب کن تا فیل کنی ده تومان شرجاش بفرمه قابلی نداره. متشکرم قدر خوش خیلی خوش آمدی قدم بالای جده قدر تشریف بود سلامتی اوخ مواجه باش آقا جلو چشن نگاه کن بوم قلتون بیم که اوستا جون این یارو دیگه چه دیدمه اوستا این حسن موش نیست حسن موش این رو نوشتش بسر اون آهنده داره با ناله سودا کنه برو بین چی میخواد بایده مردگه کراوات زدون میگه حسن موش اولا حسن موش خفش کلوفته بی خواستیت حسن اینو نوار شدی امان داره اون گلتون ببخشین چی میل دارین صبحانه چی داری؟ کره، مربا، سرشی، چای، پنیر، شیر، املت، نیمرو زود برو همه رو برده بیار همه رو؟ آره، کره، مربا، سرشیر، خودشی، چای، پنیر، املت، مملت، نیمرو، میمرو، نمک، فلفل، زردچوبه و از اجزا آه برو میگرم آخ، چشم، چشم ببینم ره شنختیش؟ گمونم حسن موشه، اما خیلی آرتپورت میکنه حسن موش؟ ببینم پس این لباسه را از کجا آورده؟ یه جه کش رفته او حواست جیم کن میمی چی میگم حسن هر عیبی که داشته باشه دستکش نیست ممکن از جایی بلند کرده باشه حالا چی خواستی؟ تمام صورت صبحانه رو خواستی تمام صورت صبحانه رو؟ آره حتما سر به سر تو گذاشته اینو نداره برو اول پولش رو بگیر بعد هر چی میخواد براش بیار یلا خودو بیار 16 18 20 22 28 30 35 اینایی که خواستین میشه 35 تومن مرحمت کنی تا براتون بیارم شکم گنده بدبخ اول پول میگیرم بعد غذا میارم اوشم گفته غلط کرده مردش اون ریخت اوستای جدای بدتر از خود ببرن بیا اینا همه پول جون برو مردم یرشی میگم چشم کردم قربان ای میر آقا جانی گل آقا صبحانه آقا رو تکمیل بیار بیچی روی می اجازه می فرمایید یه قدر در خدمت جناب علی باشم وایس سر جان بشین وایس سر جان بشین 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 به تو چه این غلط ها بیا پسر این پوستتوانو بگیر این از جا بندازش برون باشه باشه اون که جون باشه شیره بندازی و پسر یه باش ستون و بولنگ من دامن شد برن نکن ترسیدی گل آقا با مرگ باید بگونن آدم اوسای خودشو بلند میگونه میبینی پول چی کار میکنه هفته پیش یه ایشه پول تو جیبم نبود به خاطر دو تا بشقاب از اینجا بیرونم کردی اما حالا امرو با 500 تومن من میخواستم از اینجا بندازمت بیرون اولا من غلط کردم شما را از اینجا بیرون کردم دوم من خودی تنگ غر کردی چرا در اصل پیش نمیگی که با چه حقه این کافر از دستم استدی یه باره افازش منم 20,000 تومن با تو پول دادم دیدی که منم از شانس بزنم مریض شد و تمام پولا رو خرجش کردم به هر حال 20,000 تومن آوردم میخوام کافه اون پس بسونم اولا 10 سال پیش خریدم 20,000 تومن که الان با 1,000,000 تومن هم عوض نمی کنم دوم اینجا هنوزم مال خودت است قربان بین بندو جناب علی از این صحبت ها نیست تو اصلا با هم بگو ببینم این پولا از کجا پیدا کردی خاطر جمع باشه جیب کسی خالی نکردم هر کس تو رو نشناسه من میشناسم چه آدم پاک و با ایمانی است به خاطر همون پاکیمم خدا نذاشت در بمونم وقت از جا بیرونم کردی یه هفته شب رو دنبال کار گشتم و پیدا نکردم تا دیشب دیدم دیگه خجالت بکشم دست خالی برم پیش زن و بچه رفتم خودم انداختم تو شب که غرق بشم ناخدای با خدا به خاطر من پرید تو آب و نجاتم داد منم بعد بردمش خونم و گوش کوبیده بهش دادم صبح که از خواب بیدار شدم دیدم لباسای خودش با این پولا گذاشته برای من و لباس پارای منو پوشیده و رفته است لباس پارای تو رو پوشید رفت آره میدونی این تو که فهمیدم این ناخدا خیلی ثروتمند بود اما میگفت تا به حال چیز پیدا نشده که خودمو بخواد همه پول منو میخواد قسم میخور که یه نفر پیدا بشه که بفهمم خودم رو میخواد چه زن باشه چه مرد نصف زندگی رو میبخشم بهش نصف زندگیش رو میبخشه بهش؟ آره به مرگی تو چند بار قسم خورد
تو نگفتی که این مرد چرا لباس پارهای تو رو بوشیده؟ گفت میخوام چند روزی با لباسای تو تو این شهر بگردم ببینم چه مزه‌ای داره. خلاصه از بس زندگی تشریفاتی خستش کرده بود، از بس زن و مرد کلا سرش گذاشته بودن، در به در دنبال یه دوست واقعی میگشت. پس فهمیدم حالا این مرد با لباس پارهای تو توی شهر داره میگرده. آره. ها گفتی تا کشتی یارو برگرده چند روزی طول میکشی. حسن جان یک نقشه فکری بکری به مغز من رسی. چیست؟ تو اگر بتوانی این شخص را یواشکی به من نشان بدی کار تمام است. چجوری تمام است؟ آها بدونی اینکه این یارو بفهمه من میشناسه میارمش اینجا. آه. میبرمش توی منزل این بر اون بر اینقدر از این پذیر کنم اینقدر به این محبت میکنم تا بفهمد من وجودش به خاطر خودش دوست دارم. عالیه، عجب نقشه. خب اومدیم و نقشه عملی شد و نصف زندگیش هم بخشی به تو. خب برای من چه فایده داره؟ خب منم نیست این کافره به نام تو میکنم دیه. نصفی برای من صرف نمی کنم. باشه تا روزی که نقشه من عملی بشد شام و نهار و صبحانه و تختخواب اینجا مجانیست. باشه قسم بخور با مرگ زنانه و بچه های من. تو که بچهت نمیشه که کجای گاری زنانه هفت ماه حامیلست به سلامتی. خیلی خوب قبول دارم. خب حسن جان تو همینجا باش، من الان را میفتم میرم توی شهر، هرچی گدا گشنه پاره پوره در بداغان هست به نهار دعوتش میکنم اینجا. تو یه گوشه وایسا، به محض این که چشمت به طرف افتاد یک ندای کوچک به من بدی کار تو بام است. قربان شاغونتون رو آوردم. شاغونتون حاضر قربان. آقا یعنی کجا تشریف بردن؟ همه جا رو گشتم پیداشون نکردم. یعنی چه؟ بدون وصیت نامه خودشون رو قبول نکرده باشه. شارن نگو پیر مرد علتی نداشت این کارو بکنن. آخه به من قول داده بودن. چه دستوری میفرمایید قربان؟ طبق دستهای هومن به مسیر خودمون ادامه میدیم. مسلمان هر کجا باشن با ما تماس خواهند گرفت. اجازه میشه. ساعت چند پرس چلو کباب خوردی؟ چند پرس؟ آب کباب برای کی میبونی؟ برای حسن گفتم نمیارم، میخواست خر کنه بره. منم مجبور شدم. نه بده من خودم ببرم. فقط مواظب باشین گدا گشنم قشوق چنگلای منو بلند. چش حواست جمع کن. اینا دیگه چجور جون برای هستن؟ چتون مفت خوره. حسن جان سلام. سلام جانت به جای آب خوردن آب کباب آوردم. این میل آقا خرسته انگار اسم باباشو میخواد بیاره، زورش میاد آب چاو بیاره. برای غلط میکنه، بزن توی دهنش. اصلا الان بگو من بیرونش میکنم. بیرونش کن. نه بیرونش نکن، بذار باشه. گدا آوردی؟ چه گداهایی؟ 20 گدای جدابت گدا آوردم. یه دیدی بزن؟ به نظرم طرف توی همین ها باشد. نگاه کن. من در عمرم چلو کباب نخوردم. ببین چه گداهایی دست اولی آوردم. میشین بابا میشین اینجا دارم منو میخورم. مگه شهر هرتز؟ تو کلادت، من شمام. چرا برای دو ماه اجاره خونه اینقدر قشقرق را انداختی؟ پس بجانم یه شال عقب بیفته و بیام قشقرق را بنداشم. یه سگ دلوی که به جای خونه داده اینقدر داده به داده داده. حالا دیگه ادای منو در میاری؟ هم ادا در میارم، هم پدر در میارم. حالا دیگه فوشم هم میده؟ هم فوشت میدم، هم کرای خونه ده میدم.
چی؟ فکر میگی بیا این 300 تومن بابت دو ماه کرایه سک دونید. جشت جرد نکنه ببینم هشن نونوار شدی، نکنه تو خونه من گنج پیدا کردی ها؟ آره تو ببینی تو خونه تو فقط یه چاه مسترا داره که آخرش یه روز زیر پامون در میره میفتیم توش. نزیست یه لقمه کوف کن نوش جان از کجا رسید؟ دست کن خدا یاد بگی بدبخت چلوچای گل آقا به فقرا نظری میده، یه سر اونجا بزن. من که گدا نیستم. صافونه که هستی از گدا بدتر. گل آقا گدا جان الهی که من قربان تو فقیر بیچاره برم. فقیر جان سلام. سلام از بنده. بنده گدا نواز معروف گل آقا هست. شامل داری قربان؟ متاسفانه بنده پول کافی ندارم. کی از شما پول خواسته؟ خداوند چنان قلب مهربانی با بنده عنایت فرموده تا شبی سیجل تا فقیر دورگرد بدبخت بیچاره مثل شما را سیر نکنم خوابم نمیبره. نگاه کن یک دو چین گدا و فقیر دست اول. گل آقا مردیم از گشنگی به ما برست دیگه. چشم رسم میگه بیچاره از گشنگی دارد میمیرد. بفرما بریم دیگه. بفرما. واقعا باعث امیدواری یک آدم های خیری مثل شما پیدا میشه. چه میشد کرد قربان مگر جز خوبی و نیکی برای آدم چیز دیگر میماند؟ بفرما بریم دیگه. بفرما جان من. باشه بفرما. ای خدا بفرما آقا جون. یه جونم اینم مال شما. بفرمایین قربان. بفرمایین تو قربان. بفرمایین بنشینین قضا بخورین عزیزان گدای من. زندگی من وقف شما فقیر بیچاره است. کی گفته بعضی ها تا گلو بخورن گی بترکن؟ بعضی بیچاره هایی مثل شما سر بیشم زمین بگذارن آخه. بفر آینین آقا جان گل آقا بهترین قضا را برای آقایم گرم. حسن آمدی؟ بله از ساعتی شیشه بعد از جان اومدی نشستی داره قضام میخوادی؟ نوش جانش بده بخوره. تو چرا بستشی میخوری اصلا؟ از این قضاهای نجیب ما نمیرشه. نظر مخصوص فقیر بیچاره هست نه برای بام غلطانی میشه. حسن جان اگر اشتباه نکرده باشم گدا اصلی را آوردم. از کجا میدونی خودش است؟ از روی نشانی های گدادی، کردارش، رفتارش، حرف زدنش این هو آدمی سابیه. بلند شو جان من، بلند شو نگاه کن، نگاه کن ببین چیشی آوردم. که بیاد یه برر فقط ببو باری کلا. جان من نگو کدام تا من بگویم که با من بگی باری کلا. بله خب خودت بگو. میز اولی رو میبینی؟ آره دارم میبینم. خب حالا دیگه نبین، حالا برو میز دوم رو ببین. اونم دارم میبینم. ندیده بودیم مهم نبود. میز سومم اشغالن ولش کن اصلا نگاه نکن، فقط میز چهارمی را نگاه کن. میز چهارمی که چهار نفر نشستن؟ آها نفر اولی نه از راست بشمارم، نفر دومم نه ولش کن، اما سومی اونم نه. جان من فقط چهارمی را نگاه کن، من بمیرم خودش هست که نه نه قسم بخور به جون بچم چهارمی نیست. اصلا ریختی چهارمی به آدم حسابی نمیاد که. با دقیقه اون سومی رو بگو یه چیزی. اتفاقا همین سومی تو خیابان خیلی با من گلوم بسلوم به حرف زد که من اشتباه بیندازه، اما خوب شد اشتباه نکردم. آره بابا خوب شد. اما کم کم داری نزدیک میشی، میفهمی باید چیه به تور بزنی. تازه روز اوله، فردا انشالله پیداش میکنی. سکونه چی شد پیدا کردی جانمون؟ ببینم این یارو کلاهی که آستین کتش سفیده قضا میخوره تو آوردیش؟ نه خانوارم چه دلوپی هم دارد میخورد. من نمیدنم ولی بنظرم از این گدههای عبوری فهمیده من نظر دارم. آمده تو میشنسیش؟ آره بی همه چی صابخونه منه نزول خوره. امرو براش تعریف کردم یاد بگی گل آقا به فقرا نزد میده، رفته کدش این رو کرده اومده قضای مفتی کن بگونه حسابشی میرسه. آقای گدا بکرشی شما گدا هستی؟ مرتحقم گدا بیزامت اون کتت در بیار ببینم. چرا؟ کت قشنگیه لازم دارم
رو میخوام بخورم. کروچینی؟ بیپدر مادر گدای نزول خور، خجالت نمیکشی مال من اینجوری حرام میکنی؟ من اگر زندگی من وقف فقیر و فقرا کردم بخاطر این خدا از من راضی باشد. من تو بیپدر مادر نزول خور مال من اینجا بخوری آقا؟ میر آقا جان گل آقا، من کتش در آوردم، دلم میخواد شلوارش در بیارم. بلشو بیپدر مادر تبلیغ من خراب کرد. بزن بزن بیپدر تا بیرون، بزن بزن بیرون برس خلوت کن دیگه قربان، حساب همه رو برس دیگه. تو چه ببخشید آقا، قضای شما خیلی مطبوع بود، نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر بکنم. با زبان خودت گده که اینقدر با غیرت فر حرف نمیزند. برو دی متکر این که شکم وقتی سیر شد زبان فوری باز بشد. میر آقای جانی گل آقا، دلم میخواد خورده و نخورده رو با اردن کسی اینجا بیندازی بیم. یلا ببینم. قرون سلام. او دوست عزیز حسن تویی؟ بله حسن، اما از وقتی لباسای شما رو پوشتم و پولاتون رو خرج میکردم شدم حسن آقا. میبخشی از اینکه با نامه از تو و خانومت خدافظی کردم. اختیار دارین، از برکت وجود شما دارم شب و روز غذای مفت میخورم. چطور خودتو جای گداها جا میزنی؟ نگه من مثل شما شامش خواب بود؟ نبود، خیلی گرسنه بودم، پولم نداشتم. اگه اون یارو دعوتم نمیکرد از گرسنگی مرده بودم. میگه من مردم، پولاتون تو جیبم داره کپک میزنه. چقدر میخوای؟ 2000 تا 5000 تا؟ بذار تو جیبت باشه حسن، من میخوام بفهمم گرسنگی چه مزه ای داره. والله اگه به آدم بسازه زیاد بیمزه نیست. راستی ببینم چرا این شخص غذای مجانی به گداها میده؟ منظورش چیه؟ همه زیر سر منه. این گلاغا همونست که منو به خاطر دوتا بشقاب از جا بیرونم کرد. خب من برای که تلافی کنم نقشه کشتم که هم شکم خودم سیر بشه هم شکم خلق الله. یالا بریم بیرون با کنه جور باشی نون بخوری باره بیرون نون خالی گیرش نمیاد حالا گشه خواهر باره. پس عجب آدم تماییه. بله خلاصه این کافرم موف از دستم در آورد، منم تا تقاسم ازش نگیرم ولکن نیستم. حق داری حسن. خب شب بخیر. چی چی ره شب بخیر؟ باید بفهم بره خونه ما. تا چند روزی که کشتی برمیگرده میخوام آزاد باشم. شاید تا یه سال بر نگشت. برمیگرده. ببینم آدمایی که جا و مکان نداشته باشن شبا کجا میخوابن؟ کنار خیابون تو پارک مچه اونجا. متشکرم. هم پارک شهر بزرگه هم خیابان‌های شهر. شب بخیر. چه آرزوهایی من دیدم که باقی وقتی بیان میرفتم من دردم
نباشین خانم فروزان. کی به شما گفت بیاین اینجا؟ با اجازه خود شما اومدم. من به شما اجازه ندادم، بریم بیرون. ببین فروزان، الان یک ماه هر شب برات گل میفرستم، ولی تو بی انصاف حتی با یه تشکرم جوابمو ندادی. اما امشب دیگه جوابمو میخوام. خیلی خوب، از گلی که برام فرستادین ممنونم. حالا دیگه گورتو گم کن و زحمتو کم کن. عجب جوابی بهم دادی. پس انتظار داری چی بهت بدم؟ لابد پول گولتو میخوای. من اینقدر پول دارم که بتونم تمام کابره و خودتو یک جا بخرم، ولی من چیز دیگه ای میخوام. بفرمایین ببینم اون چیز چیه؟ خودتو با تمام مخلفاتش. ببینم، تو حالا از کسی سیلی نوش جون کردی؟ کسی جرعتشو نداشته. دلت میخواد خودم اولیش باشم؟ امتحان کن. تو سه میشمرم، نرفتی بیرون میگن اصلا سک بندزنت بیرون. خیلی خوب، بازم هم دیگر رو میبینیم. میدم گردن کلو همه جور ول کردی اومدی همینجا که ما چند سال گرد تو خاکشو میخوری؟ معذرت میخوام قربان، نمیدونستم که اینجا فقط محل خدمت شماست. حالا که فهمیدی بزن بچه بزن بچه کنم. مجددا معذرت میخوام. خواب دیگه انقدر دیپلم به بالا حرف نزن. بس دیگه اذیتش نکن. تو رو خدا اینو باش که اومده نون ما رو آجر کنه. ما خودمون تدی گفتم بس دیگه اذیتش نکن. تو مال همین شهری؟ بنده سرکار خانم. سرکار خانم راگه چه رقمی حرف میزنه؟ خفشو ببینم چی میگه. انگار به قیافت نمیاد ماشین پاک کن باشی. فروزان خانم، اگه ما مثل آقا لفظ قلم حرف بزنیم بهمون نمیاد ماشین پاک کن باشی. تو رو اگه جون به جونت کنن بازم معلوم جد آبادت ماشین به پا بودن. خانم من چون بیکار بودم این شغل رو انتخاب کردم. انتخاب بیا آقا، این 5 تومن مال شما، این 2 تومنم مال تو. فروزون خانم، ما که هر شب ماشین شما رو تمیز میکنیم 2 تومن، این ناجس هنوز نیامده 5 تومن. تقی زیاد خودتو لوس نکن، میگم از اینجا بندازنت بیرون. این مرد باید همینجا با تو کار کنه، والا هر چی دیدی از چش خودش. چشم خانم. شب خوش. اگه بخوای اینجا کار کنی باز شاگرد من باشی، فهمیدی؟ اطاعت حضرت. مجسمه‌های بی‌خاصیت، جای دیگه نیست وایسی. آخه تو کابره که ما نمیتونیم شما را ملاقات کنیم، مجبوریم که اینجا وایستیم. ما از ارادتمندان شما هستیم. خب آقایون ارادتمند، چه فرمایشی دارین؟ اولا شما نظر بدی ندارین. دوم اندش سگی که باشین داشته باشین. آه پس اجازه بدین مطلب رو روشن کنم. زود باش روشنش کن تا یادت نرفته. ارباب ما توی اون ماشین نشسته. ارباب ما صاحب چند تا کشتی و باقای نخلستونه. غیر از اینا ارباب ما تاجروی که تازه رود کارونه. خلاصه ارباب ما رسما شما را به ویلای خودشون دعوت کردن. ارباب شما رسما غلط فرموده. ولی ما باید رسما شما را ببریم ویلای اربابمون. خیلی خوبه، پس من باید با داداشم بیام، اشکالی نداره. داداشت دیگه کجا؟ همینجاست الان میاد. خیلی خوبه. اینجا با میسی خانم آقایی میکرد که برو بودن در ماشین واسه شون با میکنی. بعد ببینم آقا معدبه، دوست داری بیای پیش من کار کنی؟ با کمال افتخار. پس بپر بالا. اطاعت. بچه خوش شانس. اینا چرا جلوی ماشین ایستادن؟ میخوان منو به زور ببرن خونه ی اربابشون. خب اینم داداشم. عجب داداش درب و داغونی هم داره. داداش بی داداش. ارباب خواهش کردن تنها تشریف بیاره. من هیچ وقت تنهایی جایی نمیرم. اون تنها چه؟ ما مردیم، ما نوکری که با ما کوچیکی شد. بفرمایید آقا. چه حرفی زدی؟ مشغول Get it!
مؤدبی، ازت متشکرم. این 50 تومن دستمزدت، میتونی تشریفتو ببری. ببخشید خانم، مثل این که فرمودین منو برای نوکری خودتون استخدام کردین. والا این کلکی بود که میخواستم به اونا بزنم. خوش اومدی. آخه شما به منم کلک زدین، هنوز استخدامم نکرده حکم خاتمه خدمت بهم دادین. برای نجات خودم مجبور بودم. خدافظ. سلام خانم. سلام. سلام مامان. سلام خوشگلی. زری صد دفعه گفتم این تلویزیون لعنتی رو خاموش کن بچه زودتر بخوابی. مگه این شیطون خواب داره؟ میگم بخواب، میگه میخوام پزشک محله رو ببینم. اون تموم میشه میگه میخوام خانواده دیویس رو ببینم. خیلی خوب، زود بچه رو ببر بخوابونش. منم یه دوش میگیرم و میخوابم. شب بخیر عزیزم. همونطوری که گفتم عمل میکنی، فقط مواظب باشین کسی صداشو نفهمه. من خودم در دهنشو میبندم. آن وقت منم فوراً دست و پاشو میبندم. چطوره؟ خیلی خوبه. بزن بره. نه عجله نکنیم، چند دقیقه دیگه صبر کنیم تا خوب خوابش بره. کشیدین عالی بود. من میدونستم اینا پلنگ زخمیان و مجددا سراغ شما میان. این بود که احتیاطا نزدیک منزل شما کشیدم. از اینکه مراقب من بودین خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خب شب خوش. سب کن. بله. چقدر حقوق برات کافیه که تو این خونه بمونی؟ من فقط به خواب و خوراک احتیاج دارم. رانندگیتون که خیلی خوب بود. چه بهتر که راننده خانم هنرمندی مثل شما باشم. دخترتونه؟ بله. اسمم آرزوه. اسم تو چیه؟ اسم منم هومنه. اسم منم زری خانومه. ده؟ جونتون. حسن جان، حسن جان، دست من با دامنت بلند شو بین کافر گدا ورداشته. غیر از شهرستان از کشورهای خارجم گدا آمده. مگه تو رادیو اعلان کردی؟ من غلط کردم تو بیمیری آبادان جزیره ابو موسی. تومب کوچیک، تومب بزرگ، تومب وسط، همینجوری گدا دارد میاد. عیبی نداره گل آقا، سیر کردن شکم فقیر بیچاره ها ثواب داره. چه ثوابی دارد خاخور جان؟ قربان تو برم اکثر اینها حقوق بازن. حسن جان بلند شو ببین بابا کافر گدا برداشته. آخه ببین یارو نیامده. بیا بریم آقایون گدا گشته نمیتونن بکنن. ولی قاشق چنگالاری کش نریم. معلوم مفت بیره. اما ببین چجوری داره میخوره. نه خیر، هر نوع قماشی بوده ساورده جز اصلی کاریه که نیست. بابا تو هم که همش قرص نیست خوردی برر. وقتی نیست بگم هستش. تو اصلا میدنی من روزی چند هزار تومان خرج این گدا گوش نمی کنم؟ جلو قاضی ها معلق زدم حقوقش روز 400-500 تومان. اصلا میدنی چیه برر؟ من نخواستیم که قربان گوش ما از کرگی دوم نداشت. اون نیست زندگی هم بخوره تون خسی ملج سرش. بنا اومد مرگ من راست میگی؟ آره جوری تو بنا هاش رفت اونجا نشست. ای تو رو به جان مرگ من راست میگی؟ به مرگ تو خودش شکی ندارم. من خدا رو 3000 مرد بشک. آقا تو برو موازه باش، تو رو نبینه من برم سراغ جزیرهی. سلام عرض کردم قربان. سلام از ما. خیلی خیلی خوش آمدید. اینجا مال خودتان است. صاحبش نده باشه. صاحب شما فقیر بیچاره هستید قربان.
این قلب مهربانی که خدا با من داده با من امر میکنه زندگی من وقف ضعیف و ضعفا و فقرا بکنم با خدا. آقای میر آقای جان گل آقای ببین آقایان هر چی میل دارن هر کس سیر نشده دوباره و سه باره چهار باره و پنج باره برای او غذا بیار که ناراحت نباشه. دوباره و سه باره؟ بله بله بله. یعنی چی؟ هر کس سیر نشده شرفه کنه. همه خورشک گرفتن آره هم جدی کنه. شما چرا اینجا نشستی قربان؟ بفرمایی لوج خانوادگی اونجا خلوتتره. میر آقا جان گل آقا سرگی ساغه رو بیار تو لوج خانوادگی بفرم. ببینم منزل جناب عالی کجاست؟ من فعلا غریبم، جا و مکانی ندارم. ای خدا بنازم به اون قدرت لایزل. ای خدا میدونی این روز از خدا چی خواسته بودم؟ گفتم خدا جان امشب یه دنه مهمان برای من برسن که من اینه ببرم منزل خودم و تا صبح ازی پذیرایی بکنم به جان شما. حالا که شما تشریف آوردین تشریف میاریم منزل من و تا آرزو این آقام اینقدر اذیتش نکن. مهم نیست خانم، من همیشه آرزوم بود که یه بچه داشته باشه. آقاه جانم منم دلم بابا میخواد، تو بابای من میشی؟ آرزو چی میگی؟ بیا این غذا سرد میشه. هومن جون غذا سرد شد، بیا. هومن جون چیه؟ درست حرف بزن. معذرت میخوام، بیا غذا تو بخور. من چون رانندم اجازه بدید قضامو تو آشپزخونه بخورم. این حرفا تو زندگی من نیست، زری کلفت منه. اما اگه با من قضا نخوره به دلم نمیچسبه. همینطور شما بیاین. متشکرم. یالا بابا بشینیم قضا بخوریم. چشم شما بشینید اینجا. بری کلا کوچولو. از بس دیشب تو حالا با بچه بازی کردین به شما اونس گرفت. باور بفرمایید منم بهش اونس گرفتم. شاید بتونین جای خالی پدرش رو پر کنین، همونطوری که منم تو قلب کوچیکش جای مادرش رو پر کردم. مگه آرزو بچه شما نیست؟ من هنوز ازدواج نکردم. آرزو دختر خواهرمی. سه ماهش بود که خواهرم و شوهرش در یه تصادف از بین رفت. از اون وقت حالا که پنج سال میشه این به من بوده و حالا اون جدی جدی فکر میکنه من مادرشم. منم همینطور. و اندو فرشته ای؟ من یه رقاصه کبارم. وا امشب چطور اینقدر میخندی؟ جدایه. جدایه چی شده؟ گل آقا. گل آقا چی شده؟ جدایه. گل آقا جدایه رو به جای پول داره برده خونه. بیچاره در از حال حلی میفته تو دیگ. به جهلم میدونی میخوام روز یه گدا قلابی به گلاغا باره میکنم. خوبه ولی گلاغ داره چشمش کور، همونطور که زندگی منو بالا کشید با زندگیش فنا بشه. من زندگی کلا خواهر جن حسابی بجنبا. پس چرا معطلی؟ بلند شدی جان، بلند شد توشک پرغور برای آقا بینداز که راحت بخوابن. به جان عزیز شما در تمام عمرم هیچ وقت روی توشک نخوابیدم. این توشک مخصوص مهمان های عزیز مانند شما است. چی بکنیم دیگه نگارون؟ باریکالله خواهر جان، باریکالله. بلند شو قربان به نظرم آماده شده رفت. شما تو خانواده مهربونی هست. خب خدا خیر اینجوری چی میشد کرد؟ ببینم این نورا مال اصفهانه دیگه نه؟ بله قربان، اینجا هر چی هست کار اصفهانه. فقط من یکی کار رشت. کار رشتی؟ بله کار رشت. بفرما قربان. خواب دست درد نکنه. اینم رخت خواب فرغوی جناب علی، تا صبح راحت آسوده بگی بخواب. آزن جان دلم میخواد یه موزیک قشنگ بیزاری که مهمان عزیز ما راحت بخواب تا صبح. موزیک اینم موزیک قشنگ. ای باریکالله بفرما خلوت کن که مهمان ما راحت بخواب. با اجازه خدا حافظ. اجازه مام در راحت بخواب عزیزم. Thank you.
کیفش کوچیشون خوشنگه، خوشگل و خوش آب و رنگ، سردم و بد خیلی خوشحاله. آره 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 گفتش میبینم شنگولی، گفتم دارم محبوب مقبولی. آره حالا احسن تو اقباله، قلبی روحی محبور و فیزانه. اولین بار است که از این آفریدی ها میکنم. البته از کیسه خلفتی جوی امشب میخوام حسابی خرج رو بکنم. میخوام مثل زن و شوهر دیگه بریم کافه بخوریم و برخشیم برشم بیاییم خوریم. مزاحمه امشب هم پیداشون نشد. معلومه برای کیسه کردم. بازم نباید احتیاط از دست بدیم. من تو رو دارم از هیچ چی نمیترسم. چراغای خونه خاموشه. شاید خوابیدن. ولی زری هیچ وقت چراغا رو خاموش نمی‌کرد. زری یعنی چی؟ کلید برق کجاست؟ دارم دنبالش می‌گردم. اجازه بدیم ما براتون روشن کنیم. بیشرفا ول کنین بچه‌مو. عصبانی نشو فروزان خانم، اگه بچه‌ت رو دوست داری ساکت باش. ما برای تصفیه حساب اومدیم. طرف حساب ما همین برادرزی که به جای نوکر استخدامش کردی. ما بهش بدهکاریم. اومدیم بپردازیم. کی میخواد حساب منو بپردازه؟ برای دریافتش حاضرم. اینجا نمیپردازه. بیگه کنم. روزان به خاطر
خاطر تو از کشتن برادر قرف نظر کردم، اما اگه بخوای بازم به من جواب رد بدی، دفعه دیگه نوبت بچته. چه صحبتو این شرف ها بس فطرتو خاک برسرم آقا این دوخته ها چی شدی همه؟ برو پنبه و مرگا کرو ما برده بیار اون تخم مرغ اصلی هرم برای او بذار. من میدانم چجوری باید دوستی من ثابت بکنم. اگر گول آقا ساربانه میدانه تخم مرغ رو کجا بذاره. ببخشید دوست عزیز، ساعت 8 قربان بیدار نمیشین؟ میزین که تشریف ندارن. شاید رفتن توالت. توالت؟ ببینم آب گرم براش کنیم. آب گرم دیگه میخواد چیکار؟ بابا جان ما باید برای او آب گرم میذاشتیم تا بفهمه که ما چقدر اونو دوست داریم. آقا قربان اگه گول آقا ساربانه میدن آب گرم کجا بیذاره؟ ببخشید آیه گدا خان آب گرم خدمتن هست؟ وای گل آقا چی شده؟ گلدونه نقره کجاست؟ خدا مرگ نمه خدا مرگم بده زنبورک های میتری کجاست؟ نفهم اینا رو که برداشت ای امان بیترین گذیدی نه من یه همش خالیه چه خاکی با سر من بریدم فرشو دست بالا من شکست وای فرشو تخاب منم نیست بابا برو خلال ببینم این گدهی بی پدر مادر کجا سخه وای اینجام نیست وای چه خاکی با سر من شد بزاره شدم بدبخ شدم وای گدهی بی لایق خدا تو رو خانه خراب بکنه خانه من خراب کردی بیچارم کردی آه حسن موش گل آقا شده شده است تو بنا بود اون گدای پولدار به من معرفی بکنی یا یک دوست بیلفتره ده کدام دوست؟ بله دوست اون که دیروز به من معرفی کردی دوست بود دوست تمام زندگی منو برداش بردم من تو میگم قدرت در میارم کاری نکن که پاشنه دهنمو بکشم پاشنه کش بدم خب گفتی جدایه چیکار کرده دیروز درست حسابی نهارش دادم شبم بردمش منزل حسابی پذیرایی کردم روی تخت خواب گرم و نرم خواباندمش صبحی از خواب بیدار شدم دیدم تمام زندگی منو درو کرده برده خب دیونه کسی که نمیشناسی نباید ببریش تو خونه و زندگی آخه تو معرفی کردی تو به من نشنده تو گفتی اون همون چی داری من که علم غیب ندارم که من اونو شب دیدمش قیافش حفظ نکرده بودم که وای وای آخه اگه بدنی چه غالی چه هایی از من برده خدا چه نقره هایی از من دوزید میکوشم بدنت در میارم شکایت میکنم که تو با اون دوزد شریک بودی یا باید همین الان اون مرده که این پول داره بیزاری کف دست من رای دیگه نداره اصلا قرارده اون دیگه فسخ من یه دفعه یه نفر عوضی بهت نشوندم ببین چه علم شنگ ایران انداختی درست اما بیا قول بده دیگه عوضی به من نشن من دیگه نمیتونم برو خود پیداش کن خواهش میکنم حسن جان قربان تو برم نمیتونم غلط کردم تو رسدم تو بیا منو بسن 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 دی بسن اینجوری موکمو میزدم شما بپن تو زدی پس خول بده پیداش بکنی باشه پیداش میکنم قربان تو خب بقیه قصه چی شد آره اون مرد همه چیز داشت ثروت مقام اتومبیلای جور و جور کشتی بزرگ اما زندگیش سرد بود مثل زمستان خالی و خشک و کشنده بود مثل کبیر تا اینکه شبی از شبها دست بر قضا یه بچه مامانی همراه یک زن خوشگل سر راهش قرار گرفتن اون وقت اون مرد ثروتمند که همه چی داشت و هیچی نداشت یک مرتبه صاحب همه چیز شد سعادت و خوشبختی چی کار میکنی؟ سلام خانم زری خجالت بکش برنش خودتو جمع جور کن خیلی خوب باشه خانم آخه مگه چی میداره کلفت نوکر پیش هم من نوکر این خونه نیست اگه یه دفعه دیگه از این حرفا بزنی میزنم تو دهنت برو صابونه رو حاضر کن چشم خانم آرزو تو کی از خواب بیدار شدی عزیزم نمیدونم نصف شبی بلند شده اومده پیشم اگه زیاد ناراحتی میخوای ببرم این دکتر نه متشکرم حالم خوب میشه معذرت میخوام که به خاطر من اینطور شدی
مهم نیست خانم، خوشحالم که تونستم به شما خدمت کنم. میتونم بپرسم تو کی هستی؟ یه دفعه که خودم رو خدمتتون معرفی کردم. میدونم اسمت هومنی، تو این شهرم غریبی، ولی بیشتر میخوام بشناسمت. من کسیم که همه چیز دارم اما هیچ چیز ندارم. خب مثلا چی داری؟ سلامتی؟ مگه کم چیزیه؟ ببخشید، منم از شما یک سوال دارم، اجازه میدین؟ این جمشید که مزاحم شماست کیه؟ آره، اما فقط برای سرگرمی و تفریح. این اخلاق همه پول دارست. اما فکر می کنم همه پول دارا این اخلاق داشته باشن. چرا؟ هر کدومشون که به من علاقمند شدن همین منظور رو داشتن. نکنه تو هم جز به اونایی که ازشون دفاع می کنی؟ نه، منم از اینجور اشخاص دل خوشی ندارم. من از تو بدتر، و اگه مجبور بشم یه روزی در مقابل پول تسلیم بشم خودم رو می کشم. این فکر اشتباهه. از کجا معلوم؟ شاید در آینده برای شما یه شوهر خوب و ثروتمند پیدا شد. من حاضرم تا آخر عمر به شوهر بمونم، ولی هیچ وقت زن یه پولدار خودخواه نشم. من در حال حاضر کسی رو دوست دارم که مثل خودم ندار و بیچیزه. خوشا به حال اون مرد خوشبخت. کاش میدونستم اون کیه. اگه تو چشمای من نگاه کنی همین الان میبینیش. من؟ آره. اما من لایق عشق تو نیستم. من تو هفت آسمون یه ستاره ندارم. مگه من از تو چیزی خواستم؟ همیشه پیشمش، من خیلی تنم. خانم صابونتون حاضر، برم شامو دارم. هر کی باشی هر کی باشی آقای جون دوست دارم، هر کی بگی هر کی بگم بیشتر از اون دوست دارم. اگه تو یارم نباشی میخوام که دنیا نباشه، میخوام که دور از تو برام امروز و فردا نباشه. وقتی که آنم عاشقه دیگه چی از حالا میخوام، دلم فقط تو زندگی تو رو میخواد، تو رو میخواد. Thank you.
سلام آقا، شما این بله خودم. سلام خانم. سلام از ما. چرا سرتون رو بسته این؟ چیزی نیست، اجازه میدید بشینم؟ بفرمایید. از من اجازه میگیره؟ عجب آدم با تربیتی است. خواهش کنم بفرمایید بشینید. میز خودت نیست، پول خودت نیست، بفرمایید. با کس دعوا شده است؟ با یکی نه، با چهار نفر. چهار نفر؟ کجان تو هم پدرشون در بیارم؟ بشین. فعلا همینجا هستم. اونا هاشن میز اول. همینجا نشستن؟ پس باشه یه وقت دیگه. قضیه مفصله حسن. بالاخره اون کسی رو که میخواستم پیدا کردم. تو رو خدا، خوش به حالش. کاش من جای اون بودم و نصف زندگیش رو به من میرسید. تو نمیتونی جای اون باشی. اون الان داره برات میرخصه. اما این که رقاصه است؟ برای من فرشته است و میتونه شریک زندگی من باشه. بی خودی این کتک ها رو به خاطرش نخوردم. پس واجه شد اینا رو به من نشون بدی تا پدرشون در بیاد. حسن میتونی کمکم بکنی؟ بله تا پای جون. من هم کتک زنم خوب است، هم کتک خورم. دارم میرم بیرون که باز یه نقشه دیگه ای بکشم. غلط میکنن، نقشه کشی بزرگ اینجا نشسته است. ببینم شریک زندگی شما کارش کی تموم میشه؟ تموم شده دیگه. خیلی خوب، فکرش نکن. اون دیگه چیه با؟ لابد ترسیده یکی دیگره فرستاده. هر کی هست بریم دنبالش. کشش بیرون. یلا فعلیمونه کتش. شیراهه برو بپید جلوش. یارو خواست مقاومت کنه دخلشو بیارید. خود چه زده او کچه هلی کرد؟ جنودو خانم بیا پایین. آره فروزا خانم بفرمایید. فروزا هم کدوم پدر سوخته ایست؟ همون خوشگلی که تو فیلم بازی میکنه؟ یعنی چی؟ چی میگه؟ یعنی که خیط کشکیم. ما رو ببین که این همه دنباله این همه گردن کلوفتای مردنی بیبو خاصیت خجالت نمیکشید؟ برو تو اتاقت بپوش. برو جونم، این لباس رو برای تو خریدم. خدا کنه شرمندم کردی خانم. اتا برای تلفن زدن گفتن همین الان بیاین اونجا کارتون داره. یعنی چی کارم داره؟ نمیدونم. خیلی خوب، لباس تو بپوش با هم بریم. زود باش. کی گفته عکسای ما رو ورداری؟ مدیر تازه. مدیر تازه کیه؟ نمیدونم، تو دفتر هستم. بیبریم ببینم. سلام. سلام. عجب نکنین، از امروز صبح کاباره مال منه و قراردادتون باید با من تجدید بشه، البته چنانچه شرایط منو بپذیرین. من اگه از گرسنگی بمیرم حاضر نیستم هیچ شرطی رو از تو قبول کنم. پس مجبوری از گرسنگی بمیری. چون تو خرمشهر جز اینجا کابره دیگه‌ای وجود نداره. حتی کابره‌های آبادان هم زیر نفوذ منه. مگه اینکه خاک خوزستان رو ترک کنی؟ از خوزستان نمیرم، تو همین خرمشهرم میمونم به کوری چشمت. بله، شما میتونید خارجی‌ها رو از خوزستان بیرون کنید. البته دیگه به زحمت شما احتیاجی نیست، قبلا بیرونشون کردن. بزنیمش. کجا میری آقا؟ بی بالا چی تو؟
ببخشید ماشین شما شخصی است، فکر میکردم مسافر سوار بکنید. باید و مراد بگذره دیگه. من همینجا پیاده میکنم. آقا خدا عمرت بده، به من گدایی کردم که روزم کمک کن. اگه میخوای شکم سیر بشه و پول نده، چلوکاوی گلاغا پولو نرزی میده. برو اونجا. چلوکاوی گلاغا؟ بودو آره. بچه بودو. گلاغا نظری میده؟ آره، یه گدای پولدار تو گدا گم شده، گلاغا هر روز گدا رو جمع میکنه، بهشون شامونه ها رو مجانی میده، بلکه اون گدا پولدار رو پیدا میکنه. پیداش کنه که چی؟ که باش رفیق بشه، پولاش از چنگش بکشه بیرون. گلاغا نگرده. ببینم گلاغا گدا پولدار رو نمیشناسه؟ اگه میشناختش که به همه گدا شامونه ها رو مجانی نمیداد که. بابا یه دلیل گنجوری جگر بکنیم بخه بخورین آقا اینه گدا گشته بخورین بتونه گل آقا دعا کنیم. آهای کجا میری همو؟ ببخشید فکر کردم گدا هستیم. بفرمین تو لوژ خانوادگی. من غذا نمیخورم، دوست حسن هستم، اومدم ببینم. حسن موشو میگی؟ موش نیست جانم، آدم حسابیه. برا من موشه، پشت اون پرده میشه که بفرمایید. حسن جان بلشو کافره گدا گوش رو برداشته آخه بره. زور گشنگی نمیتونم راه برم. باشه بعد نهار. چه گیری افتادم. سلام، قربونه داره. آره قومه قربون دو خیلی خوب شد بودی. بشین نهار بخورم. ما رو گل آقا بگو یه نهار حسابی بر رفیق من وردم بیان، دو سیخ گوجه هم اضافه وردم بیان. بشین خودت کمی باره تازه اردنن سیده ممره آوردی. ای بار پدر اون پول داره لعنت که داری روزگار من سیاه میکنه. آقا مرد حسابی تو اگر نمیده بانیسی اگه بخوای تو زیاد غرغر کنی بلا میشم میرم. خیلی خب برای ما بوز گفتی نهی تون تو غر میکنه خانه غرب. آقا برر من دارم به اون ناخدایی بی همه چیز فوش میدم که هنوز پیداش نکردم. خاک ببینی توی زمین من میترسم زندگی من از دست بدم، هنوز زمین در خاره پیدا نکرده باشم. با منه نفهمیدم آقای گده یه دفتی که بگو ببینم. گفتم من میخوام تنها غذا بخورم با قاشق و چنگال تمیز. یه دقیقه شم الان میام خدمتتون. آهای گل آقا برای بلنشو یه فکری بکن حسن جان. گل آقا یه گدایی اومده غیر از گداهای دیگه است، میگه من خوشم نمیاد داخل این نکبت ها بیشینم و غذا بخورم، میخوام تنهایی بخورم. حتما خودشه. کجاست کجاست؟ تو شالون وایسادی. حسن جان من میمیرم شاید خودشه. یه تکنی شکی نداره خودشه. هی میخوردم اینجوری. گوش کدومه است؟ اونا هاشون که وایسادی وای خدا جونم گل آقا خودشه. مرگ ما رسم دون به مرگ تو به مرگ میر آقا خودشه. حسن جان تو رو به خدا اشتباه نمیکنی حتما؟ نه والا خودشه به خدا خودشه. حسن جان تو با رفیقت همینجا باشین تا من برم از او پذیرایی بکنم. برو میر آقا. جان گل آقا از تمام آقایان وسیله غذا پذیرایی کن. یک پورس دو پورس سه پورس هرچی که دلشان میخواد. من زندگی من وقف فقیر و بیچاره ها کردم. سلام جنابالی فرمایشی داشتی قربان؟ من دوست ندارم داخل گداها غذا بخورم. درسته درسته گدام، اما گدا داریم تو گدا. کاملا درسته قربان. خاک بر سر این آقای کدو بکنم که نمیفهمد. بفرمایید توی لوج خانوادگی راحت غذا بخورید. بفرمایید شب زور وقت بی وقت شب هر وقتی که تشریف آوردین اینجا مال شماست. حسن بیا بریم، بازکار واجبی دارم. چشم. خانه شما کجاست؟ فعلا جایی ندارم. استغفرالله، مگر من مردم یا خانه من برای شما یکی تنگ است؟ ها نهاری که خوردی ما فوری تشریف میارید منزل بنده. نه امشب بلکه هر شب شما مهمان بنده خواهید بود. سر و جان من به فدای دوست. این یکی از کشتی های منه. دوبین خدا این کشتی گنده مال شما؟ بله، چرا باور نمی کنی؟ آخه اون شب گفتی کشتی رفت. درسته، اما تلگراف زدم برگشت. دولو گوشی ما که پول نداشتی، پولتو تمش تو جیب من بود. شب اولی که موزه ما رو زدم خانم فروزان 50 تومان به هم انعام دادن. متشکرم قربان، از اتفاقی که افتاده متاسفم. همه ما متاسفیم. تقصیر خودم بود که پریدم تو آب، البته برای نجات این مرد محترم. سلام علیکم. سلام.
لطفاً کیف دستیانو بیارید. قربان به جان مادرم، خوشحالم که وجود مبارکی توی صحیح و سالمه. آره متاسفانه نشد تو وصیت نامه اسمتو بنویسی. بالاخره باید بنویسی. مینویسن اما انشالله جز اموات. تو دیگه کی هستی؟ من ازایلم اومدم سراغه. کریم راستش دیدم تو دیگه پیر شدی و مرتب پرت و پلا میگی، این آقا رو آوردم به جای تو. البته تو حقوقتو میگیری و استراحت میکنی. نخواستی هم خودت بنداز تو شهر، اون وقت برای همیشه استراحت بکنی. حسن کیفو بگیر بریم بانک، میخوام حقوق تو و کارمندای کشتی رو بدم. من استخدامم کردیم؟ آره استخدام شدی، تو دیگه کارمند من هستی. درد ولاده بخور سر گل آقا. چشم، سرباز دریایی حسن موش در خدمتم. بفرمین. دست شما درد کنه. هومن جون، دوست شما باید ببخشن اگه شام خوبی نتونستن براشون درست کنن. انشالله یه دفعه پلو عروسی شما آقای هومنو میخوریم. اگه بیکار نشده بودم پلوی عروسی ما رو زودتر میخوریم. خودم بدون قرض میدم، چرا میخوان؟ پول خودم ندارم. برم قندونو بیارم. هنوز از شما چیز نمیدونه؟ نه، با پول دارا میونه خوبی نداره. فعلا نباید چیزی بهش گفت. سیب دهنتو بکش. میدونی عزیزم، تصمیم گرفتم ماشینمو بفروشم خرج عروسیمون بکنم. نظر تو چیه؟ من که صلاح نمیدونم. منم که هستم موشم اصلا صلاح نمیدونم. منم صلاح نمیدونم. ای پدر زبده. خانم از کابره اومدن با شما کار دارن. لابد از طرف جمشید اومدی. بگو بیا تو. بفرمایید. سلام خانم فروزان، مژده بدین امروز از شر جمشید داره دستش راحت شدیم. چطور؟ یه گردن کلفت دیگه اومد، کابره رو نقد از جمشید خرید، 500,000 تومان بهش اضافه داد. راست میگی؟ این صاحب تازه کابره کیه؟ من نمیدونم، خلاصه منو فرستادن دنبال شما که با خواهش و تمنا همین الان شما رو با خودم ببرم کابره. تمام ویترینای کابره پر از عکسای شما. جانم جانم خدا رو شکر، خدا سر لابرتشون عالی شد. بلنشی خانم بریم که الان مردم بیتابونه منتظر رقص آواز شما هستن. گل آقا این چندمین دفعه است دارم ازت میپرسم، تو مطمئنی که این یارو دیگه حتما خودشه؟ با مرگ تو ردخور ندارد. به قیافه یه مرده که نگه کن، بری و پول داری از چشمان اون تو دوغ میزندم اینجوری. راستش فکر میکنم حسابی عاشق شما شده باشم و اگه مانعی در پیش نباشه دلم میخواد با شما عروسی کنم. متشکرم. اگه میتونستین یکی دو ساعت با هم میرفتیم کاباره جایی، من یه سر بزرگی رو با شما در میون میذاشتم. چشم، الان میرم اجازمون بگیرم. عاشق تو شدم و میخوام باهات عروسی کنم. مرگ من رسمی. آره میگه یکی دو ساعت بیا با هم بریم کابره جایی تا من یه سر بزرگی و با تو در میون بذارم. خدا خودش اخ میمیرم برای سر بزرگ. اینم کلا گذاره. اگه گداست چطوری میخواد محبوبه رو ببر کابره؟ پولش کجا بود؟ خب زن خنگ عزیزم، چون همون پول درست میخواد اینه ببارد برای کابره ده. اگر پول ندش کنه کابره نمیبردی. خواهر عزیزم خوشبخت شدی، یکی دو ساعت فقط راه میفتی، میری تاتوی قضیه رو در بیار، برگر بیا اینجا، من تا تدیب کاره رو برای تو بدم. برو موضوع خودت باش. داداش اجازه دادن میتونیم بریم. مبارک انشالله. خواهرم همه چیز را برای من گفت. من افتخار میکنم خواهر من زن جوان فقیر و ساده مثل شما باشه، چون ما خانوادتنا اصلا به پول علاقه ای نداریم. معلومه. به هر حال متشکرم، ما زود برمیگردیم. خواهش میکنم. به سلامت خواهر جان. بفرمایید. به سلامت. خوش آمدید. مواظب خودتان باشین فقط. راستی ببخشید آقای گل آقا. جان من یادم رفت همراه خودم پول بردارم، ممکنه یه مبلغی به این صبح تقدیم کنم؟ او خواهش میکنم قربان تو، برم این چه حرفیست، هر چقدر دیلت میخواد بردارم. برای نگاه میکنم همین 500 کار. خواهش میکنم همه رو بردار اصلا. متشکرم. من خیلی وقت بود که دنبال یه دوست باقی. بخور.
چته؟ ناراحتی؟ منم بیچاره. میخوای بلند شیم بریم کنار شط یه خورده هوا بخوریم؟ باش. الان خدمتشو میرسم. با اجازه شما. فرمایشی داری؟ تو اینجا چی کاری؟ حسن موش مدیر کاباره. یه میز واسه آقا میخوایم. آقا من جنم بینم. ها ایشونه میگی؟ والا میز نداری اما یکی دو ست صحب بکنی یه جای خوب براتون درست میکنم. چرا دو ست صحب کنی؟ آخه یکی دو متر زمین تو قبرستون براتون سفارش دادم تا مراسم کفن و دفن و مردشی رو اینا. خب یکی دو ست دوست میکیشه بگی بچه یه اخه هستم موشو میگیری؟ کچولا بیایی دفتر کتا دفتر کتا اینا رو استخدام کردم هر شب اینجا بمونم. خلاصه که یه دفعه اینجا پیدا دو بشه خودم نخورم تو اونم در اینا بخورن دو وایسادی اینا بخورن شد تو هنوز وایسادی نمیخوای بری بشنه یه لقمش بکنی. نه چطور بودی؟ حسن موش بهترین مدیر کاباره های دنیا. اونم چه موشی که هیچ گربه جرأت نداره از این در بیاد. مثل توزه کاباره بیاد ببینمش رو تشکر کنم. شاید امشب نیاد. این ساعت دیگه میشینیم شاید بیان. ببخشید چی شد اومدن؟ هنوز نیومدن. خودشون به من گفتن هفته یکی دو شب بیشتر اینجا نمیان ولی ممکنه تا نیم ساعت دیگه بیان. خیلی خوب میشینیم. پس به من اجازه بده مرخص بشم. میدون که تا من دارم زیتونی نمیخوابید. باشه برو حسن فردا ساعت 11 بیا با اون قایق شکسته من میریم ماهی گیری. از اون ماهی گونده. آره اصلا پوسته چی کار میکنم من باشو آشنا. حالا من جواب داداشمو چی بدم؟ اون که نمیتونه بفهمه چه اتفاقی افتاده. میام ازت خواستگاری میکنم. جلو بگیر. محبوبه ای داده بیداد همینجا نگر بفهم. ای با خانم چی تو شده؟ بلند شو ببینم چی تو شده؟ چی هم چی کرد؟ ناراحت نباش خانم ناراحت نباش الان میرسونم به بیمارستان. ناراحت نباش خانم. آقا تلفن زدن امشب نمیتونم بیام ولی فردا شب حتما میام. خب خیالت راحت شد حالا بلند شو بریم. باشه بریم. داشتم میرفتم خونه که دیدم صدای ناله میاد. اول فکر کردم جونوره چیزی است اما دیدم این دختره بیچاره غرقابه خون افتاده کنار دیوار. گمونم یه ماشین بهش زده است فرار کرده. خب یه با من فرمایش نداری؟ چند دقیقه صبر کنید تا پاسبان بیاد. حالا بیا درستش بکن. درست میشه. ها اسم چیه؟ حسن موش. حسن موش؟ پدر؟ گربه. مزخرف نگو درست جواب بده. مردم بهم میگن اسمم حسن است، پدرم حسین است، فامیلم بیچاره. خب حقیقتشو بگو دیشب کجا بودی؟ اون دختر رو کجا دیدی؟ لا 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 چند بار بگم دیشب برای آقای دکتر گفتم، برای آقای پاسبان گفتم، برای یک کچی پرستارام گفتم، تازه برای شما بگم. عرض بشه که ما دیشب ساعت 11 شب بود. بله 11 شب بود اومدم برم خونه. ببینم جناب سروان شوهرم چیکار کرده؟ تو بچونا تو چرا اومدی اینجا؟ زنم است. براش پیغام فرستادم که دلواپس نباشه بلند شده اومده اینجا. چیکار کردی حسن؟ هیچی اومدم کار ثواب بکنم کباب شدم. نمیدونم جون تو اصلا خودم ما. جناب سروان تو رو خدا بگین شوهرم چیکار کرده؟ خودش بهتر میدونه. پزشکی قانونی گواهی کرده غیر از اینکه ضربه به سر دختر وارد اومده تجاوزم بهش شده. هم ضربه هم تجاوز کاری که بوده است؟ شما باید بگی کار کی بوده. نفهمیدم. مگه من اونجا بودم ببینم کی ضربه زده است؟ چی چیز کرده است؟ تو بجو اینجوری به من نگاه نکن. تو که میدونی من آدم تجاوزکار نیستم. جناب سروان دختره که نمرده است. منو باش روبرو بکنین. اگه گفت من بهش ضربه زدم و از اون کارا کردم اعدامم بکنین.
سلام خانم جان. سلام. ببخشید دختری که دیشب تصادف کرده کجاست؟ من برادرش. بفرمایید قسمت اورژانس. اونجاست. اورژانس؟ اورژانس کجاست؟ آی اورژانس. سلام علیکم. سلام. لطفاً آقای دکتر بفرمایید بشینی، الان بهشون اطلاع میدم. بله متاسفانه اون کاری که نباید بشه شده. ای خاک بر سر من، هم ضربه هم تجاوز. وقتی بیهوش شدم دیگه هیچی نفهمیدم. بسیار خوب، ناراحت نباشید، کسی که خواهر شما رو در حال بیهوشی به بیمارستان آورد در اختیار پلیسه، الانم اینجاست. راست میگه ای دکتر، من اگه ببینم با خودم میشناسم. نگاه کنید، همونیه که نزدیک افسر پلیس نشسته. حسن نوش، آی دکتر این چیکار کرده؟ دیشب خواهر شما رو همین مرد آورد بیمارستان. حسن نوش؟ بله درست آی دکتر، همش زیر سر همین نامردی که منو خواهرم منو بروز سیاه نشند. آی دکتر خود میکوشمش، پدرش در میارم بیکرسه کاره. این چه بلایی نیستن منو خواهرم؟ خواهش میکنم خونسرد باشی. چیره خونسرد باشم این نامر آروم باش، هر حرفی داری به من بزن. چیره با تو بزنم جناب سر، و این نامر خواهر منو به روسیه نشند. آخه با شما من میگی سگی دارم باشم؟ خواهر تو کدوم پدر سوخته ایست؟ خواهر من؟ همون دختری که دیشب شما آوردی بیمارستان. یا جدا خواهر تو بوده ایست؟ آره پس فطرت، آره بی همه چیز. جناب سروان با من اجازه بده من فاد خرخره اینه بجوام دیگه، خره دیگه ندارم. سه دیگه قانون باید تکلیفشو معلوم بکنه. من اول اینه میکوشم بعد قانون تکلیفشو باید معلوم بکنه. شما برید پیش خوارتون، منم الان میام، حقیقت معلوم میشه. خواهر دیگه خواهری برای من نوازی جناب سروان. خب کم کم داره معلوم میشه که مجرم خودتی، بهتر حقیقتو زودتر بگی. به خدا دروغ میگه، این مرد که با من دشمنه. شما منو با خواهرش روبرو بکنید، اگه اون گفت من دو ضربه رو وارد کردم اون وقت درست نیست. بسیار خوب، مریض کجاست؟ بفرمایید. فهمیدی چی گفتم خواهر جان؟ یادت نرده. سلام. سلام. بفرمایید خانم. من اومدم از شما تحقیقاتی بکنم، البته شما نباید. با چش خوربان، با چش بند این یه حرف نمیزنم، هر چی شما بفرمایید. چش. بسیار چش. خوب، اسم شما خانم؟ محبوبه. فامی؟ جنگل زده. بنا شد شما صحبت نکنید. با چشم اشتباه شد، خودت بگو جنگل زده دی. جنگل زده. دیشب شما کجا بودین؟ دیشب این مردی که پهلوی شما نشسته اومد خونه ما و از من خواستگاری کرد. من؟ تو به گور پدر آدم دروغگو، تو به جون به مرگ تو دروغ میگه. خواهش میکنم آقا. آخه ضعیفه دروغ میگه. آروم. خب بعد منو با خودش به هوای گردش بیرون برد، البته داداشم اجازه داد. بله من اول خیال میکردم که این واقعا انسان است، اما نمیدانستم که این حیوان است. حیوان پدر جنگل زاده ده؟ ساکت آقا. باش چشم، پس بذارید بقیش خود تجاوز کارم بگم. بعد با هم رفتیم خارج شهر، ضربه اول با مش محکم زدم تو جیجای همشیره، ضربه دومم بهش تجاوز کردم. تو فهمیدیم؟ یه ساعت با تو زندگی کنم، ای به من که تو شدم دیلی آمده احمد. جان جیگرم خونک شد به خدا. اینجا رو امضا کنید. امضا تجاوز کنم. پس میخواستی چیکار بکنم؟ حسن بی همه چیز زندگی منو به باد داد، خودم منو گول زد، خواهر بیچاره منو گول زد، منم انداختمش زندان. خودتو گول زدی. برای اینکه بتونی منو پیدا کنی و با نصف زندگی من شریک بشی خیلی به خودت ضرر زدی. پس شما؟ آره من همونم، اسمم هم هومنه، اما دیگه خیلی دیر شده، نمیتونی با من دوست بشی گلاب. زن حسن همه چیزو به من گفت، تا خودتو ننداختم زندان زود برو رضایت بده حسنو آزادش کنن. خودت میدونی که حسن در مورد خواهرت گناهی نکرده. آقای هومن دست من به دامنه، به خاطر شما آبروی من رفت، سرمایه ام رفت، خواهر بیچاره من رفت. من همه چیزو جبران میکنم جز خواهرت که باید ببندیش به ریشه یه نفر دیگه. به ریشه کی ببندم؟ یک دختر فریب خورده را کی میگیره؟ من نمیدونم، فقط هر چه زودتر برو حسن از زندان بیار بیرون تا منم خسارتتو نقدم بدم.
کوچه بیارم؟ حسن خودش میدونه. کاباره سایی. سلام علیکم. سلام حسن. خوشحالم. قربان این امانتی شما سالم و سهی آورد. بسیار خوب. حالا چی میخوایی؟ خودم فرمودین خواهرم که هیچ، ولی به جان شما نباشد به مرگ حسن که از تخمه چشمم بیشتر دوست دارم. برای تو بمیری. برای پیدا کردن شما پوزه ای زرتومان خرجین گدا گوش نکردم به خودم. اینجا بابا دروگو. باش. میه جونم، این 20,000 تومان مال تو. قربان دست. زیادش هست. این 5,000 تومان خواهر من گرد جون شما. بهش بده حسن، پول ارزشی نداره. بگیر. پول ارزش نداره، خواهر آدم ارزش داره. خیلی خب، بیبری پشت صحنه، فروزان ببینتت خوشحال میشه. ایشونو بذار به حال خودشون. چشم. خیلی خوشحال میشه. سرخون موازه باش، موازه باش، ندیدش. سلام حسن، خوشحال شدم. کی آزاد شدی؟ من زندون نبودم که رفتم دار آفتاب. خانم فروزان پشته بدید، صاحب تازه کاباره امشب تشریف آوردم، میخوای شما رو ببینم. ایفا الان کجا هستن؟ تو دفتر نشستم. راست میگی؟ بله جیبه تو دفتر شون هستم. خب الان لباسم عوض میکنم. دیر نکن یا زود. نه الان میام. من کجاست؟ نمیدونم، همینجا بود. پس من میرم دفتر صاحب تازه کاباره رو ببینم. تو با هومن بیا اونجا. خب خیلی خوب، شما بریم، ما میایم اونجا. سلام آقای مدیر. سلام عزیزم. عزیزم، به پاس اون همه لطف و محبتی که این مدت در حق من کردی، نمیدونستم چجوری جبران کنم. تنها کاری که تونستم بکنم اینه، این کابره رو به نام تو خریدم، اینم سندش. کابره ارزونی خودت باشه، دروغگوی حق باز. اگه من محبتی در حق تو کردم، محبت رو میشه فقط با محبت جبران کرد، نه با پول. من عاشق هومن فقیر و باصفا که مثل خودم بود شده بودم، نه پول داره دروغگویی مثل تو. خیلی ها خواستن منو با پولای باده برده بخرن و چند سباهی خوش باشن، اما نتونستم. درسته من رقاصه ی کابرم، اما خود فروشی نکردم، پاک زندگی کردم و فریب هیچ کسو نخوردم. اما تو حق باز در لباس دیگه این ظاهر شدی. من اگه تونستی با نیرنگ منو به خودت علاقمند کنی، من این علاقه رو زیر پام له میکنم. برای اینکه من از آدمای دروغگو خوشم نمیاد. تو به من دروغ گفتی، تو منو دست انداختی، تو دروغگویی، دروغگو. اینطور نیست خانم. خسته شد تو دروغگویی. خانم فروزان، آقا نگردم، تو رو خدا نگردم،
آقا هر چی میخوای بهت میدم، منو برسون به اون ماشینیه. یه والا من هم شخصی هم هم تاکسی. خدا عمرت بده. برو تونجا. مثل این که من یه جای شما رو دیدم. نمیدونم والا، تونت برو. آره خودتی. دیرو تو ماشینم بودی، گفتی گل آقا نظری میده، من هم رفتم خوردم. نوش جونه. چه ناهاری. بعدشم رفتم خونه گل آقا، بچه شامی. نوش جونه. بعدشم رفتم کرایه ما چی میشه؟ بیا بدم. چقدر میشه؟ چه میدونم، 5 تومن، 10 تومن، 20 تومن. 20 تومن. بازم میخوای بهت بدم؟ چرا میزنی؟ باید چشمت بور بشه. یه شب به خاطر تو زندو خوابیدم. آشیش تو میخوری دهن من بدبخت باید بسوزه. خلاصه نمره ماشین برداشتم. یا همین حال خواهر گل آقا رو عقدش کن، یا باید بری زندو رو آب خونو بخوری. بزنم کوسا امشب جشن بگیرم. نه ولم کن حسن، فروزان این حقیقت زندگی هومن رو برای تعریف کنم، اون وقت میفهمی که نباید خودتو بکشی. بس که دیگه آقای هومن، شما نه دیشب شام خوردی نه امروز صبحونه، همینطور اینجا وایسادی رو فکر میکنی، آخه چرا؟ به آدم های جور و جور که خداوند خلق کرده فکر میکنم. این چند روزه که تو دنیای دیگه ای بودم متوجه شدم برخلاف تو هستند کسانی که فقط خودم رو دوست داشته باشم. غیر از من کیه؟ برو به کاپیتان بگو حرکت میکنی. چشم. گشتی آقای هومن، یه نفر اومده با شما کار داره. کیه؟ میگه من فرمانده کل موشک های زیر دریایی هستم. کجاست؟ اتاق فرمانده. جناب علی فرمایشی داشتین؟ چاکر شما حسن موش. خوشحال شدم حسن، اگه 5 دقیقه دیرتر می اومدی دیگه هیچ وقت منو نمیدیدی. بابا کی شما رو ول میکنه؟ اگه زیر دریا بریم میام دنبال دو. البته فکر نکنم میخوام ثابت کنم دوست شما و چشمم به نصف ثروت شما هست. نه، شریک زندگی شما کسی دیگه است. Thank you.